سلام، اکبر شریفلو هستم، مدرسه دوره اکسل از آکادمی شریفلو، جایی که من و خواهرم معصومه شریفلو میخوایم کلی آموزش جذاب در زمینه نرم افزارهای کاربردی رو بهتون یاد بدیم. تو این جلسه میخوام در مورد تابای ایز فرمولا و کانت بلانک باهاتون صحبت کنم. وقتی اکسل رو باز میکنیم با تعداد زیادی سلول خالی مواجه میشیم که هر کدوم از اینها حکم یک ماشین حساب رو بر ما داره. حالا میخوایم بیایم ببینیم که این سلول ها چجوری خونده میشن. مثلا وقتی روی این سلول کلیک میکنم بر ما این گوشه نوشه E6. اول اینو بهتون بگم که ستون ها رو همیشه با حروف نمایش میدن و ردیف ها رو همیشه با عدد نمایش میدن. E6 یعنی ستون E ردیف 6. یا مثلا این یکی سلول C8 یعنی ستون C ردیف 8 هستش. حالا میخواییم تعداد سلول های خالی یک محدوده رو در واقع نمایش بدیم و ببینیم که چند تا هستش. از تابعی به نام count blank استفاده میکنیم. تابعی count blank یعنی که تعداد سلول های خالی یک محدوده رو به ما نشون میده. و چیزی که میخوام اینجا بهتون بگم، همیشه برای نوشتن تابه ها و فرمول ها از همون اولش مساوی رو بذاری، یعنی مساوی با count blank پرانتز باز. چرا پرانتز باز؟ میخوام محدوده رو انتخاب کنم، مثلا از H1 تا H5 پرانتز بسته و اینتر رو میزنم. به من میگه که 5 تا سلول خالی از H1 تا H5 وجود داره که درسته. حالا من اینجا یه عدد وارد میکنم، مثلا 1. وقتی که اینتر بزنم این 5 باید 4 بشه. چرا؟ چون تعداد سلول خالی من به 4 تا کم شده. ببینید؟ درست شد. اینجا ما 4 تا سلول خالی داریم. حالا من تو این مطلب میخوام تعداد سلول های خالی اکسل رو در بیارم. یعنی چطوری؟ یعنی تعداد سلول های خالی یک ستون رو ضرب در تعداد سلول های خالی یک ردیف بکنم. پس به خاطر همین باز هم مساوی count blank پرانتز باز این ستون رو انتخاب میکنم که این تعداد سلول های خالی این ستون رو انتخاب میکنم، پرانتز بسته و اینتر رو میزنم. این عدد رو به من نشون میده. حالا میرم برای ردیف ها، مساوی count blank مساوی پرانتز باز این ردیف رو انتخاب میکنم، پرانتز بسته و اینتر رو میزنم و چنین عددی رو به من میده. با ضرب این دو تا عدد تعداد سلول خالی کل اکسل رو به من میده. پس مساوی با این سلول ضرب داره، علامت ضرب داره کیبورد رو میزنیم، ضرب داره این سلول مساوی با چنین عدد بزرگی رو به ما نشون میده. برای خوندن چنین عددهای بزرگ هم سه تا راه حل دارم براتون که اینجا بهتون میگم. اولین راه حلش اینه که اون سلولی که میخوایم خونده بشه سر رقم جدا بشه کلیک میکنیم تو سربرگی هوم قسمت نامبر و این علامت یعنی کاما استایل رو میزنیم، سر رقم جدا میکنه. حالا برای حذف این اعشار، این دو تا صفر رو میدین اعشار هم از این علامت decrease decimal رو میزنیم و عدد ما سر رقم جدا میشه. راه حل دوم هم این هستش که روی سلول مورد نظرمون راست کلیک میکنیم و format cells رو میزنیم تو سربرگ نامبر قسمت نامبر قسمت جداسازی سر رقم رو میزنیم use separator و اینجا نمایش داده میشه همونطور که میبینید و میگیم که اعداد اعشاری نشون داده نشن و اوکی رو میزنیم و میبینیم که این سلول هم سر رقم اعدادش جدا شد. برای این یکی سلول هم کنترل 1 یا همون کنترل 1 رو میزنیم، شورتکات کنترل 1 رو میزنیم تو سربرگ نامبر قسمت نامبر use separator یا همون جداسازی سر رقم رو میزنیم، عدد اعشاری رو حذف میکنیم و صفرش میکنیم و اوکی رو میزنیم و میبینیم که این اعداد هم سر رقم جدا شد. حالا اینجا من چند تا متن رو تایپ میکنم و یه عدد هم مینویسم، مثلا اکبر اینجا هم شریف رو تایپ میکنم و اینجا هم عدد 1 رو میزنم. اینجا میخوام تابع ایز فرمولا رو بهتون بگم. ایز فرمولا گفتم برای نوشتن تابع میگیم که مساوی ایز فرمولا پرانتز باز
اون سلول مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم، مثلا اکبر، پرانتز بسته و انتر رو میزنیم، فالس به ما میگه. ایس فرمولا یا ترو به ما میگه یا فالس. ایس فرمولا در چه مواقعی ترو میشه؟ وقتی که اون سلول داخلش فرمول به کار برده بشه. مثلا این سلول رو میبینید داخلش فرمول به کار بردیم که گفتیم این سلول ضرب این سلول میشه این سلولی که میبینید. پس ما اینجا میگیم مساویه با is formula پرانتز باز این سلول پرانتز بسته اینتر رو بزن true رو باید به ما نشون بده. چرا؟ چون تو اون داخل اون سلول فرمول به کار برده شده و true به ما نمایش داده شده. فالس هم سلول هایی که مثل این چند تا سلولی که میبینی هیچ فرمولی به کار برده نشده، فقط تایپ کردیم یا یک زدیم یا اکبر یا شریفلو، هیچ فرمولی به کار برده نشده. حالا میخوایم بگیم که سلول هایی که داخلشون فرمول به کار برده شده رو در واقع آبی رنگ کنی و بفهمیم که اون سلول ها فرمول به کار برده شده. پس میام این گوشه این قسمت رو میزنم، همه سلول هاش اکسل انتخاب میشه، کاندیشنال فرمتینگ رو میزنم، نیو رول و این آخری یوز فرمولا تو دیترمای ویچز تو فرمت رو میزنم. اینجا فرمت ولیوزش رو میزنم مساویه با ایز فرمولا پرانتز باز. یکی از این سلول ها رو میتونیم انتخاب کنیم، ولی من همین آیک اولی رو انتخاب میکنم. آیک رو میزنم پرانتز بسته، میگم داخلش رو آبی رنگ کن، آبی این انتخاب کردم، اوکی. وقتی که اوکی رو بزنم سلول هایی که داخلشون فرمول به کار برده شده رو آبی رنگ کنه. میبینیم که این سلول، این سلول و این سلول و این سلول همشون داخلشون فرمول به کار برده شده. این بود توضیحاتی از تابای کانت بلنگ و ایس فرمولا. بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید عضو کانال ما بشید، ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.